من کنت مولا فهازا علی مولا. سلام و وقت بخیر خدمت همه شما بیننده های عزیز. در ایام عید سعید غدیر خم قرار داریم. عید الله اکبر را بر شما بیننده های عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله که عید خوب و خوش را داشته باشین. پس در این برنامه با ما باشین. قرضا چند است؟ قرضا 100 است. خرد کلان داره. خرد کلان داره. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خوب هستین. شما خوب هستین آقا؟ سلامت بخیر هستین؟ سلامت باشین. شما دارید شما را تبریک باشه. شما را هم تبریک. سلامت باشین. سلامت باشین. امروز که عید عید الله اکبر است، عید غدیر. بله. عید بر شما تبریک میگم. بر شما هم تبریک میگم. سلامت باشین. جور باشین. در رابطه با عید غدیر چیزی میفهمین؟ عید غدیر یعنی چی؟ عید غدیر معمولا همون روزی است که پیغمبر وقتی که از آخرین حج میومد طرف مدینه، رسیدن به یک چهارراهی. در همون چهارراهی حجاجی که آمدن گفتن صبر کنین، همون حجاجی که نیامده بودن اونا رو گفتن که شما بیاین برسین. وقتی که آمدن در همون روز حضرت علی را جانشین و وصی خود قرار داد. بسیار خوب. چرا ما عید تجلیل میکنیم هر سال عید غدیره؟ عید چرا ما تجلیل میکنیم؟ به خاطر که همون روزی که پیغمبر دست امیرالمومنین را بالا کرد و به مردم گفت که بعد از ما حضرت علی امام و رهبر شما هستند. از همون روز به نظر ما، ما به این درک رسیدیم و اونا درک کردن و به ما گفتن که اگر بخوایم که در دنیا و آخرت سعادتمند شویم، به یک جای برسیم، به جز پیروی از همه امام و 11 فرزندش دیگر راهی نیست. لذا باید همون را تجلیل کنیم، از همون را یاد کنیم، همیشه وقت در فکرشان باشیم. بسیار خوب. امی خود حادثه عید غدیر یا امی حادثه غدیر در کجا و در کدام سال بود که به وقوع پیوسته را معلومات دارم؟ خود حادثه غدیر در سال دهم هجری قمری در روز 18 ذی‌الحجه روز پنجشنبه در یک جای به نام غدیر در همون چهارراهی بوده فکر کنم، در همون جا اتفاق افتاد و در همون جا پیغمبر حضرت علی را معرفی کرد. بسیار خوب. بزرگان صحابه در رابطه با واقعه غدیر چی واکنش نشان دادند؟ این معلومات داریم؟ همین قدر معلومات داریم کمتون که خواندیم. اونا فقط آمدن به حضرت امیرالمومنین دست دادن و تبریک گفتن که این جایگاه و این مقام برای شما تبریک باشد. در کل یک معلومات عمومی همین قدر هست. یکی که ما گفتیم از عید غدیر تجلیل میکنیم و عید غدیر در کجا به وقوع پیوست و چطور به وقوع پیوست، خودی همی پیامی خودی همی عید غدیر چی هست؟ چی پیام داره برای ما و شما؟ پیام غدیر شاید پیام های زیادی داشته باشه، من شاید بخوام معلوماتم نداشته باشم، ولی از خود غدیر اگر بفهمیم، اصل پیام غدیر هم همون امامت، خلافت و ولایت حضرت علی است. اگر اصل پیام به خاطر چی اصل پیام مهم غدیر همون امامت است، چون اگر اینقدر مهم نبود خود پیغمبر و قدر به مردم بیان نمی کرد. حتی خدا بالای پیغمبر فشار نمی آورد که تو حضرت علی را وصی و جانشین خود قرار بده. پس مهمترین پیام همو امامت و خلافت و ولایت است. بسیار خوب. پس وظیفه ما چی هست در قبال غدیر؟ وظیفه ما هم مثل همی که تازه گفتم، وظیفه ما هم همونجا پیغمبر وظیفه ما رو مشخص کرد دیگر. گفت که حاضران به غایبان برسانه و مادران به فرزندانشان برسانه و سفارش حضرت علی را برای همه ما کرد. پس ما هم پیام غدیر، وظیفه ما در مقابل غدیر همی است که باید نسل به نسل، سینه به سینه، نفس به نفس، به جامعه ما، به اطفال ما برسانیم که همچون مولا و امامی داریم. بسیار خوب. در آخر خود معرفی بکنیدم خوشحال میشه. اسم محمد است. در همین چهارراهی برای خریدن خربوزه آمده بودیم. بسیار خوب. تشکر لالا محمد. زنده باشید. سلامت. عید با شما بازم تبریک میگم ان شاء الله. سلامت داشته باشید. عید خوب و خوش داشته باشید. سلامت شما. زنده باشید. 9 کیلو چند است شما جان؟ سلام علیکم. 1000 پس. وعلیکم السلام. شما خوب هستید؟ جان جوش. خوب هستید؟ بسیار خوب. خوب هستید؟ بخیر هستید؟ سلامتید؟ عید شما رو تبریک باشه. عید شما هم تبریک باشه. شما سلامت باشید ان شاء الله. امروز که تجریون هستین، روز عید غدیر هست. شما در رابطه با عید غدیر چیزی میفهمین؟ عید غدیر یعنی چی؟ عید غدیر طبق گفته هایی که از مولای امامان مسجد از علما به ما رسیده، میگه یک عیدی است که در آخرین سفر حجت الوداع که پیغمبر اکرم از حج می آمده در منطقه غدیر خم مردم ایستاد کردن، کسایی هم که رفته بودن دوباره برگشتن. یک واقعه خیلی مهمی میگه رخ داده. کی واقعه برات از این است که میگه
حضرت علی علیه السلام دستش بلند کرد و فرمود من کنت مولا فهاز علی مولا، یعنی هر کسی که من مولای او هستم، پیغمبری او هستم، بعد از من علی جانشین ما هست. به عنوان جانشین خودش علی رو معرفی کرد بعد از خودش. چرا ما عید تجلیل میکنیم؟ این دلیلش چی هست؟ دلیل تجلیل از عید قدیر در واقع میشه بگویم که یک نو پیمان جدید، یک نو عهد جدید است با امامت ولایت. یعنی ما در واقع باید از امامت خبر داشته باشیم، بفهمیم که مثلا بعد از پیغمبر یک امامی هست، یک ولی هست، یک جانشینی هست تا مردم برای راست راهنمایی بکنه اینها. و بعدش ما باید از راه راست دور نشویم. در واقع قدیر که هست خودش یک تبلیغ امامت است، یک تبلیغ ولایت است. ایران میدونین که قدیر در کجا و در کدام سال به وقوع پیوسته؟ حادثه قدیر طبق گفتهایی که ما شنیدیم، البته میگه که عید قدیر در آخرین سفری که پیغمبر از حج می آمده در دهم هجری فکر کنم بوده، در دهم هجری در روز 18 ذی‌الحجه و در منطقه قدیر خم. بسیار خوب. بزرگان صحابه در رابطه با واقعه قدیر که به وقوع پیوستند چی واکنش نشان دادند؟ در این رابطه معلومات دارین شما؟ در این رابطه خیلی معلومات نداریم، ولی همون قدری که ما معلومات داریم میگه که صحابه اولین کسانی بودند که در رابطه با واقعه قدیر بیعت کردند و به گفته علما اولین کلمه‌ای را که بخین بخین گفتن همون صحابه کرام بودند. خودی همی که مثلا واقعه قدیر در منطقه به نام قدیر به وقوع پیوست و روش صحبت کردیم، آیا پیامی می خودی قدیر بر ما شما چی چی پیام داره می خودی واقعه قدیر؟ قدیر در واقع مهمترین پیامی که ما میتونیم از قدیر بگیریم در واقع وحدت است. وحدت است، امامت است، مهدویت که در واقع امام آخری ما شما حضرت مهدی علیه السلام است، میشه که واقعی قدیر را با مهدویت هم پیوند داد. یعنی همونطوری که مثلا یعنی حضرت علی علیه السلام او وقت معرفی شد، یک وقت حضرت مهدی علیه السلام هم با مردم به عنوان امام معرفی میشه، ولی یک ایده قبول میکنه یک ایده قبول نمیکنه و بعد حکومتش برپا میشه. بسیار خوب. وظیفه ما و شما در قبال یزیدی مثلا در رابطه با عید قدیر چی هست؟ چی وظیفه داریم که قدیر را تجلیل بکنیم؟ وظیفه ما مؤمنین و مسلمان ها در مقابل واقعه قدیر، در قبال قدیر این است که ما باید از قدیر هر نوع کمک و هر نوع خب تجلیلی که ما میتونیم باید بکنیم، چی کمک مالی باشه، چی کمک جانی باشه، ما باید به حد توان به کسایی که برنامه عید قدیر میگره، کسایی که جشن عید قدیر تجلیل میکنه، ما باید به اونا کمکی داشته باشیم. مثلا اگر سقفخانه درست میکنه ما باید کمک مالی یا کمک جانی هر نوع کمک میتونیم باید بکنیم. سلام علیکم. الله خوب هستین؟ صحت شما خوب هستین؟ صحت شما خوب. ایدای شما را تبریک باشین، ان شاء الله سلامت باشین، زنده باشین. شما که دجران امروز روز عید قدیر است، عید قدیر خوم، عید الله اکبر. در رابطه با عید قدیر شما معلومات دارین کاکا جان؟ عید قدیر یعنی چی؟ یه مو خوب معلومات ما اینقدر یک بسیار یک معلومات کم داریم، خب چون که طبقه به اصطلاح بی سواد هستیم. الحمدلله مسلمان هستیم، مسلمان باید در مسلمانی شما خیلی آگاهی داشته باشه. بله، به قدر می فهمم که وقتی که آخرین به اصطلاح اج پیغمبر که از مکه معظمه برمیگرده، بازمونجی به اصطلاح از طرف خدا وای نازل میشه که کل یاجر در فلان جای جمع کو، باز مردم به اصطلاح که پیغمبر قبول میکنه با مو یک جای به اصطلاح جمع میشه. در قرار معلوماتی که ما داریم میگه از امی جواز شطور نه، یک باید قول ما شما یک چوکی درست میکنه. باز حضرت پیغمبر رو موجی به اصطلاح زمسر جواز میشینه، میگه او مردم هر کسی اینمی آج آخری ما بود که به اصطلاح ما شما خداحافظی میکنم دیگه، بعد از ما از طرفی هر کسی که ما مولایشی اینمی علی مولایشی، هر کسی که مرا دوست داره علی را دوست داشته باشه، هر کسی که من را دوست نداره، هر کسی دشمن علی است دشمن ما است. باز بعد از او مگه اولین کسی که به اصطلاح داشت تبریک میگه حضرت عمر بوده، گفته بشارت بار تو علی که وسیع و جانشی پیغمبر شدی. خلاصه از اینجا مسلمان ها کنون در خانه و در جای و کاشانه خمورا می اینجا بعد از او اینمی اختلافاتی به اصطلاح مردمی و وسوس شیطان و سرنوشت مسلمان ها در امروز رسان داده گرد. عید قدیر که شما گفتین چی بودند و موقعیت شما گفتین در کجا با وقوع پیوسته، بله بله. چرا ما عید تجلیل میکنیم؟ هر ساله یاد از عید قدیر میکنیم، تجلیل میکنیم. در واقع بهترین عید مسلمان ها اونمی عید است. فهمیدیم؟ عید روزه که است خب بخاطر از است که ما شما به اصطلاح روزه میگیریم، یک خوشحالی است که ما شما 30 روز به یک امر خدا را به جای آوردیم.
خوب یدی به زلا یدی قدر کی است یک مثلا اینمی یدی چیز کی است به خاطر از است که برادر خوردار ماجه ما رو اونجا توبه میکنه وظیفه ای که از طرف خدا برادر سر گناه است ما رو برادر مون وظیفه خورا گردن خود رفع میکنه خو یدی نمی بزرگترین اینه که از طرف خدا و پیغمبر ما و شما برادر وسیع و جانشی مونده دیگه ما و شما خو راگون نیستیم راه روشن هستیم که علی چی گفته بعد از یاری به اسلام بچیش چی گفته بعد از ما و شما یک امام داریم که غایب است او را از قول علی و برادر پیغمبر یک معلومات ما و شما داریم دیگه این کار معلومات این در رابطه با پیامی غدیر میفهمید نمی خودی حادثه غدیر یا عید غدیر چی پیام داره برای ما و شما مسلمان پیام هست که ما و شما خدا را شناختیم که خدا چی گفت بله. پیغمبرش را شناختیم پیغمبر چی گفت بعد از او برادر حضرت علی ما و شما چی گفت مثلا ما شما فهمیدیم که خداوند پیغمبر گفت پیغمبر حضرت علی گفت علی مثلا در کی گفت این معلومات بود دیگه بسیار خوب پس این پیام از اون بود پس وظیفه ما چی هست در قبال قدر ما شما اینه که اونم رو که میشناسیم که واقعا همین چیز واقعیت داشتن باید از اون پیروی کنیم تشکر از شما سلامت شما باز هم ایده بر شما تبریک میگم سلامت باشید شما چی در رابطه با عید غدیر گفت خلاص سلامت شما بر شما هم تبریک میگم ان شاء الله سلامت باشین زنده باشین سلامت شما سلام علیکم خواستم سلام شما خوب شما خوب هستین دکتر صاحب صحت وقت بخیر هستین سلامت باشین عید شما رو تبریک باشین ان شاء الله سلامت باشین عید الله اکبر عید بزرگ بر شما تبریک میگم سلامت باشین شما در رابطه با عید غدیر عید الله اکبر چیزی معلومات دارین خودی حقیقت عید غدیر یعنی چی روزی است که دین اسلام تکمیل میشه اگر غدیر واقع نمیشد یعنی غدیر چنان مهم است که اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم اندک کوتاهی میکرد خبر را به مردم نمیرساند اونجا دیگه خبر رو به رسالات 23 ساله حضرت تبلیغش ناقص و ناتمام میمونده سلام علیکم خیر هستین شما رو تبریک باشین شما رو تبریک باشین الله اکبر بر شما تبریک باشین سلامت باشین زنده باشین میشنین سلامت باشین عید غدیر رو بر شما تبریک میگم ان شاء الله خدا کنه عید خوب داشته باشین سلامت باشین ما شما در حسانه عید غدیر خوب عید الله اکبر قرار داریم در رابطه با عید غدیر شما معلومات دارین خود عید غدیر یعنی چی روز 18 ذوالحجه در سال 10 هجری در منطقه بین دو شهر بزرگ که یکی مکه یکی مدینه باشه اونجا یک جای یک مکانی به نام غدیر خوم است و این واقعی که ما عید غدیر میگیم چون امی واقعه در منج پیامبر وقوف پیوسته پیامبر حضرت علی علیه السلام در اونجا به عنوان وسیع و جانشین خو معرفی کرده لذا عید غدیر از خاطر ما عید غدیر میگیم چرا ما عید هر سال تجلیل میکنیم از این تجلیل به عمل میاریم دلیل چی هست؟ هدف از تجلیلی که ما شما هر سال خلاصه وقت میگذاریم در عید زحمت میکشه جوانای ما این رساندن همون حرف پیامبر و اون پیامی که پیامبر در روز داد و وصایایی که پیامبر در روز برای ما داد ما عملی کردن و دستورات پیامبر و حرفای پیامبر رو بخوایم در گوش مردم برسانیم مردم آگاه کنیم که این روز به فراموشی سپردن نشه و لحاظ ما هر سال کار میکنیم و عید غدیر برای مردم معرفی میکنیم پیام خودی واقعی غدیر بر ما شما چیه؟ چی پیام داره واقعی غدیر بر ما شما؟ همونطوری که گفتیم که غدیر یک واقعی خیلی بزرگ و یک واقعی تاریخیه و هر چیزی که بزرگ باشه و عظیم باشه و تاریخی باشه او پیامد هم زیاد داره و لذا غدیر هم از بزرگترین وقایع است و پیامدهای زیادی داره اما دو تا پیامش که خلاصه با این زمانی که فعلا ما هستیم خیلی سازگاری داره و باید این دو پیام بیشتر در این زمان برای مردم گفته شد من فقط این دو پیام خلاصه عرض میکنم یک پیامش پیام خیلی مهم غدیر پیام وحدت است فراخواندن مردم به سوی وحدت همون تو که در اون زمان پیامبر مردم را به وحدت و به امامت آقا امیرالمؤمنین دعوت کردند لذا حالا هم این وحدت در میان مسلمانان جهان لازم است یک و پیام دومی که خیلی مهم است رابطه ای غدیر با مهدویت و با انتظار است باید از اون غدیر ما ولایت مداری و ولایت محوری را درس بگیریم و ای را در جامعه امروزی خود پیاده کنیم و یک منتظر واقعی امام زمان باشیم
که بتونیم از ولایت و از امامت دفاع بکنیم. بسیار خوب. ماجرای غدیر و عید سعید غدیر از ویژگی های بالای برخوردار است. علاوه بر اینکه خود این روز روز استثنایی هست، خطیب و در واقع معرف این جریان از ویژگی های خاص برخوردار است. اولین شخصیت عالم اسلام است. خداوند مخلوق بالاتر از خطیب و مبین و در واقع معرف این ماجرا خلق نکرده و دین او ختم ادیان است و ختم دین او با ماجرای غدیر است. از اینها که بگذریم، در خود این خطابه و در این برنامه کلماتی وجود دارد که انسانها را به تفکر و اندیشه و تعقل وامی دارد. در لابلای این سخنرانی یک ساعته که برای بشریت تا دامنه قیامت برنامه دارد و در حقیقت سخن همه انبیای الهی هست، کلماتی وجود دارد که تفکر و تعمق بیشتر را می طلبد. از جمله عباراتی را که پیامبر در این سخنرانی یک ساعته حدوداً در برنامه داشتن، این جمله است که می فرماین رأس و نقطه اوج امر به معروف آن است که سخن مرا در غدیر بشنوین و تا پایان بفهمین و به کسانی که حضور ندارن او را برسانین و اونها را به قبول این سخن وادار کنین. این اوج این برنامه است. و اون عبارت دیگری که خود پیامبر فرمودن، باید حاضرین به غایبین برساند و پدران به فرزندان برساند، که باید ما غدیر را علاوه بر مجالس رسمی و علاوه بر رسانه ها در درون خانه هامون باید داشته باشیم و مدیریت بکنیم. مسئله مهم این است که خود پیامبر که خدا می فرماید اخلاقش بزرگ است، اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، و خود خداوند در معرفی پیغمبر فرمود از هوا صحبت نمی کند، می فرماید روز عید غدیر خم، ایره کسی میگه که از هوا صحبت نمیکنه، حرفش حرف خداست. میفرماید روز عید غدیر خم بهترین اعیاد امت من است و بعد ویژگی های آن روز مشخص میکنه و میفرماید و آن همان روزی است که خداوند به من دستور داد. خیلی عبارت عمیق است. برادرم علی ابن ابی طالب را برای امتم منصوب نمایم. یعنی هم حضرت عملا این کار را انجام میده و هم در بیانشان روز عید غدیر خم را به عنوان بهترین اعیاد امتشان معرفی میکنند. امیدوار هستیم که همه پیروان قرآن با رابطه عمیقی که بین قرآن و غدیر است، در این سخنرانی به حدود 200 آیه قرآن پیغمبر اشاره میکنند و حدود 20 چند آیه قرآن را تفسیر میکنند و چند سوره قرآن را مشخصا تلاوت میکنن و اون را تطبیق میکنن به جریان غدیر و به وجود نازنین امیرالمومنین. اونجایی که سوره مبارکه حمد قرائت میکنن، بعد میفرماین من صراط مستقیمم و این سوره درباره من و درباره علی علیه السلام و فرزندان علی نازل شده. امیدواریم که از این سخنان عمیق و همه جانبه پیامبر و این خطابه در واقع که برنامه زندگی و سعادت بشریت را تا دامنه قیامت در خودش احتوا کرده، همه بشریت و همه انسانها استفاده کنند. یک نگاهی که کردم به خطبه غدیر، حدود 50 بار بیشتر پیامبر در این سخنرانی می‌فرماید معاشر الناس، یعنی غدیر اختصاصی به یک جریان نداره، به یک قوم نداره، به یک مردم نداره، برنامه است برای هدایت و سعادت همه انسان ها. رسول گرامی می فرماید پروردگارا دوستان علی را دوست بدار و دشمنان او را خار. خدایا علی را محور حق قرار ده. و سپس فرمود لازم است حاضران این خبر را به غایبان برسانند
هنوز اجتماع بر حال خود باقی بود که دوباره آهنگ روح بخش وحی گوش جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم را نواخت که امروز دینتان را برایتان کامل نمودم و نعمت خود را بر شما به پایان رساندم و اسلام را به عنوان دین برایتان پسندیدم و بدین سان علی علیه السلام از جانب خداوند برای جانشینی پیامبر برگزیده شد. من کنت مولا فهذا علی مولا.